درود بسیار، درودی از صمیم دل به قول نازنین مهدی اخوان ثالث، درودی سرودی بدرود شو میذارم آخر. شب کریسمس بود، شب زادروز مهر، یادمون نره ها، تولد عیسی مسیح در این تاریخ اتفاق نیفتاده، چندین بار تغییر کرده. الان مسیحیان شرقی 6 ژانویه رو جشن میگیرن، زادروز مسیح، ولی میترا به طور قطع همون اوائل دیماه به دنیا آمده بوده. کاج گذاشتن و برف بران نشاندن از سنت‌های قدیمی ایرانیان بوده که به اروپا هم راه پیدا کرد. به هر حال به هموطنان مسیحی هم زادروز مسیح بزرگ، مسیح پیامبر عشق رو تبریک میگم، خجسته باد. و به هموطنان ایرانی هم و به همه فارسی زبانان هم تولد میترا مهر، پیامبر نور و زیبایی و عشق رو تبریک میگم. طبیعتاً در این محدوده‌ای که ما ایران فردا رو داریم کاستی‌هایی هم وجود داره. دو روز تعطیل میشه، خب چه کنیم؟ یک سال بچه‌ها کار کردن، در نتیجه باید بپذیریم بعضن گرفتاری خانواده دارن، همسر، فرزند، آشنا. یه همکار نازنین من مادرش اومده، به اون چشماش روشن شده، اصلا وقتی بامدادان از نزد مادر به سر کار میاد سرشار از عشق و زندگی. چقدر زیباست مادر، چقدر دوست داشتنیه. دوست عزیزی برای من نامه فرستاده بود، ایمیلی، ایلی نازنینه، رفت کوچه عدلیه خانه کودکی من رو پیدا کرد، محضر پدرم رو، و که حالا تغییر کرده توی درواز طلایی و عوض شده، تصاویری گرفت برام فرستاد. و مرتضی نگاهی دوست عزیزم تو برنامه که با هم داشتیم اشاره به قوچان کرده بود، با آن تلخ وش قوچانی، گواه درگزیش بهتره و آرزو میکنم درگز رو دوباره ببینم. یک بار با شاپور غریب نازنین، یادش گرامی باد، همون وقتی که رفتیم به دنبال لوکیشن برای فیلم خروس، همه خراسان رو دیدیم از جمله درگز رو. بله، بجنورد و درگز و خبوشان قوچان رو، نیشابور و تربت جام و تربت حیدریه و اون پایینارم که در محضر پدر نازنینم دیده بودم در خدمت حضرت سال علی شاه. بله، چه بگویم، دوباره آمده ایم و پیام های شما. حالا این پخش پیام های شما در طول هفته تو برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفت، خوشحالم، بیشترش خواهیم کرد که پیام های شما نمونه، بیات نشه، عصبانی نشیم، همه رو پخش خواهیم کرد. از دوستانی که برای من فیلم میفرستن، ویدیو میفرستن، مطلبی نظرشون رو جلب میکنیم میفرستن، بسیار ازشون سپاسگزارم. بریم و به صحبت‌های شما گوش فرا دهیم. سلام خدمت جناب دکتر میزاد و تمام دوستان در کارم. از ماشاءالله آقای ماشاءالله عباسی گرفته تا برنامه چند تا و غیره. فکر کنم این شمارهی که اعلام فرمودید 14 رقم در میاد، یا اشتباه من نوشتم یا اونجا اشتباه درد شده، نمیدونم اونی که درمگوشت خوش اعلام فرمودن، چون پیامتون نمیره. 2044-77-13-14-500 اگه درسته محبت کنید اعلام فرمید درسته، اگه نه لطفا اصلاح بفرمید، چون اکثر شماره 13 رقم یکی 14 رقم این محبت رو فرمایید روشن کنید ما رو. اگه اینجوری چرا پیام که نمیگن؟ متشکرم دوست من. باورت نمیشه من در همین دو هفته چقدر پیام گرفتم. 2044 این که کد بریتانیاست، تلفن های موبایل اینجا یه صفرم جلوش داره، ولی وقتی شما از ایران میگیرید و از راه دور 2044-77-17-400-500
44 77 17 4 رقم 400 500. بنابراین خیلی آشکار و روشن 12 رقم و شما میتونید به من زنگ بزنید، یعنی تکس بفرستید. البته هموطن بعدی. با سلام خدمت آقای نوری‌زاده، خیلی دوستت دارم. اکبر هستم از سبزوار خراسان رضوی، خیلی دوست دارم از شهرمون و دیار سربداران اگه افتخار میدید به ما از ما صحبت کنید. خیلی دوست دارم بین برنامه‌تون اون درنگی که میکنید که واقعا بجاست از نظر من، یه آهنگی از استاد گلپایگانی بذارید که عشقمه، خیلی من دوستش دارم، خیلی دلم میخواد دارم از نزدیک ببینمش و خیلی دوست دارم. و اون آهنگی هم که از محمد رضا شاه خونده، شاعر فقید ایران، اونم خیلی دوست دارم. اگه بتونید اگه واقعا بشیم اون آهنگو بذارید خیلی خوبه. تشکر میکنم و واقعا از اطلاعاتی میذارید تو برنامه و از اطلاعاتی که میدید به مردم واقعا تشکر میکنم. و اون جریانی هم که گفتید، جریان شهیدایی که میان به ایران، چون من خودم شخصا اول ماتم بود اون حرفی که گفتید در باره این چند نفری که قرار بود بیان به ایران، منظورم سپاهیانی که شهید شدن و اون موشک اشتباه شده بود که ایرانی ها خورده بود، کار روسیه بود. تشکر میکنم. خدا سپاسگزارم پسرم. میدونی زیباترین قسمت حرفت چیه؟ حتما، من همین الان خراسان بودم میگشتم سبزوارم، حتما چون اونجا هم اومدم و چقدرم به اون خوش گذشت با شاپور غریب. یه بار دیگه هم سبزوار اومدم، یه دوست همکلاسی داشتم تو دانشکده و یه بار تابستان وقتی به خراسان رفته بودیم به او هم سر زدم. حضور درز بکنم که آقای سبزواری هم که حتما میشناسی، پسرش سبزواری واعظ معروف، پسر ایشون هم سربازی بودیم با هم در سربازی، ارشد گردانم بود، من منشی گروه هم بودم. حاج مولا هادی هم که خب شیخ شماست و پیر و بزرگ. اما از جایی که خوش آمد این بود که خیلی جوونی، میدونم مثل فرزندان منی، ولی گلپایگانی رو میشناسی و دوستش داری، خیلی مهمه. 37 سال این رژیم خواست هرچی قبل از خودش بوده نابود کنه، هنوز مردم گلپا رو دوست دارن، الهه رو دوست دارن، مرضیه رو، دلکش رو، هنوز ابی گوش میدن، داریوش گوش میدن، ستار گوش میدن، گوگوش هنوز براشون عزیزه، لیلا فروهر، خانم نوشافری هم پیروزی آهنگش رو گذاشتم، هنوز ماشالله سرحال و خوب میخونه، هنوز جایگاه دارن. خیلی مهمه. رژیم اینو نتونست درک بکنه که محمد نوری یه دونه است، تکرار نمیشه، نتونست بفهمه گلپایگانی یه دونه است. یادم هست یه فیلمی فریدون ژورک ساخته بود، وقتی ما رفتیم با دکتر نوری علا مردان سحر رو شروع کردیم، این فیلمو قبلش ساخته بود، اسمش هم یادم نیست، یه فیلم ترکی بود، کپی کردن قصه شو، ناصر ملک‌مطیعی هم توش بازی میکرد. گلپایگانی تو اون یه آهنگ میخوند که خیلی گرفت، قهر و ناز اندازه داره، بسیار زیبا بود اون آهنگ. چشم پسرم، حتما برات گلپا رو پخش خواهم کرد. هموطن بعدی. سلام میکنم خدمت شما. امروز چهارشنبه 16 دسامبر هست که پیغام خودم رو میذارم، از کالیفرنیا تماس میگیرم، یکی از بینندگان تلویزیون ایران فردا هستم. عرض کنم میخواستم در مورد غیاب آقای سازگارا اشاره کنم. البته میدونم جناب نوری‌زاده چندین مرتبه در برنامه هاشون خدمت بینندگان توضیح دادن، اما لازم دارستم خیلی مختصر عرض کنم که آقای سازگارا در این جمع صاحب نظران برجسته که در رسانه‌های فارسی هستن، حقیقتا
مشتاقانی دارن نظیر بنده، با وجودی که من خودم یک سلطنت طلب هستم و ایشون لابد جمهوری خواه، اما ایشون صاحب نظرن در بسیاری از مسائل ایران و حقیقتا از نظراتشون میشه بهره برد و بسیار شمرده و برجسته و سنجیده صحبت میکنن. در برنامه آقای چالنگی که خب شیوه آقای چالنگی شیوه منحصر به خود و البته استفاده ما میبردیم، آقای سازگار غیر از این که در برنامه آقای نبودی در برنامه نگاه هستن که بس اصولا در مورد تاریخچه انقلاب است تا اینکه مسائل روز، اونم جای خود، ولی آقای نوریزاده وعده دادن که آقای سازگارا قرار در یه برنامه جداگانه باشن. خواستم اشاره کنم اگر چنین وعده‌ای قرار صورت بپذیره حتما در آینده نزدیک باشه، برای که حقیقتش آقای سازگارا غیر از در تلویزیون ایران فردا با آقای مهبودی در چهارشنبه ها در تلویزیون پارس هم برنامه دارن که در و برنامه هم شیوه آقای مهبودی که بیشتر وقت به آقای تغییرزاده میده و همین سایر مسائل حاشیه‌ای نمیذاره ما بهره ببریم. اصرار بنده از اینه، برای که من میدونم که به قول فرنگی ها چویس دیگه ما این یا صدای امریکا هست که آقای سازگارا نیست توش، یا بی بی سی فارسی در اونم نیست، و سایر صاحب نظرهایی که در تلویزیون های سیاسی هستند نظیر صدای امریکا، بی بی سی فارسی، که اونا جای خود دارن، بیشتر طرفداری به جمهوری اسلامیه در تلویزیون های فارسی، حقیقتش کسی رو آدم نمی بینه که حرف برجسته، سنجیده، دقیق، روشن، به روز بگوید، جز انگشت شماری از افراد نظیر آقای سازگارا و خود جناب نوریزاده در مسائل دیگه. از این جهت خواستم تأکید کنم به عنوان یکی از علاقمندان که امیدوارم یک کار زودتر صورت بپذیره. برحال ممنونم، متشکرم از دوستون، پایدار دوست من. من اینجا توضیح دادم یه مقدار گرفتاری های خود آقای دکتر سازگارا بود، تحقیقی که دارن میکنن، مصاحبه هایی که دارن انجام میدن، در سال نو حتما این کار رو انجام خواهیم داد، مطمئن باشید. گفتم ایشون با ماست، با هم شروع کردیم و با ما هم همراه هست و خواهیم بود. ممنونم ازت. هموطن بعدی. دکتر جان سلام، خسته نباشید. من در این برنامه آقای محمد صفیان رو گوش دادم، الان چه فیلم های قدیمی قشنگ، خیلی عالی بود، واقعا تبریک میگم بهشون، چقدر زحمت میکشین آقا، بارکلا. اما تو زنم واقعا برنامه هاتون عالیه، خیلی اون کسایی که پشت دستگاه بار میکنن آقا رامین، اون بچه ها برنامه اسمشون نمیدونن، واقعا همه برنامه هاتون خیلی تبریک میگم، براو ممنونم آقای بیگدری عزیزم، مرسی که یه یادی از رامینم کردید. تفلک بار سنگینی بر دوششه و اغلب شما بیخبرید از زحمتی که میکشه. حال من سپاسگزار هستم ازش و از کار بسیار با حوصله و کار سنگینی که انجام میده. هموطن بعدی. ما هم از شما ممنون، آرزوی سلامتی برای همه. دیروز بنده تلفن کرده بودم به تلویزیونی که چرا اجازه میدید مردم بیان روی خط و به آقای لاجوردی بد و بیراه بگن. احتمالا آقای لاجوردی تا اونجا که میدونم تو تلویزیون شما هم یه برنامه‌ای داره، چون آقای لاجوردی، بنده با آقای لاجوردی در خیلی مواقع ممکنه مخالف باشم، ولی ایشون یه استاد 23 تا کتاب نوشته، ما که حق نداریم هر کسی این گوشی رو برمی‌داره به همه بد و بیراه بگه. یکی هم این که تعیین تکلیف میکنم برای والا عزت که آقا تکلیف رو روشن کن، مثلا فلان بابا شما برو فوتبال تو بازی کن، مردم بذار به کارشون برسن. واقعا ما گیج شدیم، نمیدونیم این تلویزیون ها کی چی کار هست، کی داره چی کار میکنه، کی با جمهوری اسلامیه، ما کجایی کاریم به اصطلاح تماشا چی ها. حتی هم یه دفعه میان یه پولی بگیرن و نمیدونم فلان و خیلی شب بازی میشه، مثل هم به خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام
آقای نوزاده ما رو ببخشید، آقای میگودی ببخشید، آقای چارنگی ببخشید. این هم خیمه شبازی انتخابات ایرانه. تا شروع میشه به اصطلاح کمک یاری همه میان، ولی موقع که آدم یه زنگی میزنه یه سوالی میکنه جواب حتی حاضر نیستم بدن. مرسی، با تشکر. ممنونم. دوست من دکتر لاجوردی هم دوست عزیز منه و هم همراه و همدل ما در این ایران فردا، و من بسیار متاسفم اگر کسانی، من شاهد بودم لاجوردی چه زحمت های کشید. صدها کیلومتر رو با هم تو ماشین رفتیم، شب توی اتاق 10 نفر خوابیدیم تا برنامه کنفرانس انجمن پژوهشگران با سرفرازی تو دانشگاه برلین برگزار بشه. خیلی اینا چیزایی دیدم من تو این سالها. جایگاه دکتر حسین لاجوردی جایگاه عزیزی است نزد من. امیدوارم مردم هم قدر این زحمات رو بدونن. آدم میتونست دنبال خیلی کارهای دیگه بره. بیننده بعدی. فقط تلفن کردم ببینم که این برنامه یکی بود یکی نبود چرا دیگه نیست توی پروگرام شما. خداحافظ. کی میگه نیست؟ بانوی گرامی، چند ماهه؟ یه ماه و نیم، 2 ماه. ساعتا جا به جا شده. 1 ساعت عقب کشیدن. بنابراین شما وقتی 3:30 به وقت لندن برنامه ما شروع میشه، حالا ببینید کجا هستید شما. اگر تو اروپا باشید میشه 4:30. اگر تو آمریکا باشید باز یه ساعت دیگه، باید لس آنجلس باشید، اون طرف امریکا باشید، غرب امریکا 8 ساعت، شرق امریکا باشید 5 ساعت، تفاوت داریم. بنابراین ما 3:30 که شروع میکنیم، خب شما 10:30 باید توی واشنگتن باشید، صبح زود میشه در 7:30 صبح لس آنجلس میشه و ونکوور، تو تورنتو میشه مثل واشنگتن. اینا بستگی داره چه ساعتی میبینید. برنامه یه دوست عزیزم آقای اسداللهی هست، خیلی هم خوب هست و بنده هم همیشه تماشا میکنم. هموطن بعدی. الو رادیو فردا، من سیروس هستم، از تکساس صحبت میکنم، یکی از شهرهای تکساس. امیدوارم که بتونم مستقیما با دکتر علیرضا نوری‌زاده صحبت کنم. آرزو موفقیت براشون دارم و برای تمام کسایی که قلبشون برای ایران میتپه. من یه جوون 47 ساله ایرانی هستم، ناخواسته درد غربت رو باید تحمل کنم، دور از وطنم هستم. آرزو موفقیت برای همه میکنم، به امید اون روزی که هممون به امید حق، به امید خدا، هممون با همدیگه بریم ایران، تو مملکت خودمون، به امید اون روز. خدا نگهدار. آرزو سلامتی برای همه دوستداران ایران هستم. خدا نگهدار. درود بر تو عزیزم. اما چرا میگی رادیو فردا؟ اینجا تلویزیون ایران فرداست. رادیو فردا همکاران عزیز و نازنین من یکی از بهترین رادیوها رو ارائه میکنن تحت سرپرستی دوست قدیم و ندیمم تراب یا آرمان مصطفی، و همه هستن دوستای قدیم ندیمم اونجا زیادن، از جمله حسین قویمی عزیز. در هر حال از اینکه گفتی 47 سال یه جوان، خیلی خوشحال شدم، چون منم مثل تو اعتقاد دارم پیری تو اینجاست، در ذهنی که آدم احساس پیری میکنه. و بنابراین یا اون ترانه بود میخوند، میگفت گلپا میخوند، در جوانی احساس پیری میکنم. بنابراین چقدر خوشحالم 47 ساله. من جوان ایرانی 47 سالم، معلومه جوان ایرانی 57 سالم 60 سالم چه اشکال داره. جوان بودن یعنی آدم نگاهش جوان باشه، دلش جوان باشه، حرکت و ارادش جوان باشه. غربت گرفتارشم. بنده 36 سال گرفتارشم و 35 سال خیلیه، یه عمره، بیشتر عمرم در غربت گذشته. هموطن بعدی. با سلام به افکرم کادر بازیده تلویزیون ایران فردا و همچنین جناب آقای نوری‌زاده،
من پناه هستم از سوئد، از استکهلم برمی‌زنم. خدمتتون عرض کنم جناب نوروزاده، مصاحبه‌ای که با آقای خاتمی داشتیم در روز پنجشنبه این هفته، یعنی پنجشنبه 17 و راجب پاوه که صحبت کردیم، اون آقای دکتر که گفتیم که اعدام شد، من فکر کنم این آقای دکتر اسمش دکتر رشمن بود یا رشمن و من اون زمان در نیروی مخصوص از کنم اینجای ویژه هوا برده ارتش قدیم شاهنشاهی که بعد دیگه انقلاب شد خدمت میکردم و موقعی که دکتر چمران اونجا محاصره کردن و از کنم که خمینی دستور داری کسی نره ما میریم ما رو فرستادن اونجا و خوش وقتان خب سوی کت واقعا اینا لطف کردن با ما اتشیه کاری نشتن بیشتر با سپاه و بسیج و اینا زیاد مشکل داشتن اینا و بعد از کنم ادام ها خالخالی اومد بعدش آقای حادی فرقالی اومد من یادم یک قوطی روغن نباتی یک کلاسین کوب داشت یک قوطی روغن نباتی کلاس پشنگ بود انداخته با یه نخ کردنش و بله این دکتر رشمن بود که کشتنش که نامردانه کشتن و به مرزی که خالخالی اومد و هر چیزی که میوردن رو ادامه ادام و پاره کشتن در فرودگاه سنندج اون عکسی که نشون دادی اون فرودگاه سنندج حتی مریضی رو زخمی رو بله دوست عزیزم بسیار ازت ممنونم راست میگی دکتر اعظمی مال لرستان بود و قصه دیگری بود همین رشوند بود حرف شما کامل من اشتباه کردم ازت خواهش میکنم به تلفنی که من گذاشتم برای تکس یه تکس به من بزن شمارت رو دوست دارم باهات صحبت کنم از سوئد 20-44-77-17-400-500 از همکاران میخوان این شماره رو بذارم برای تکس روی پرده که شما ببینید 20-44-77-17-400-500 از امریکا که اگه کسانی میخوام از ایران هم همینجوری میگیرید از امریکا به جای 20-44 بعد میگه 0-11-44 بعد 77-17-400-500 بسیار ممنونم معلومه نیروی مخصوص بودید دوست من حرفای زیادی داری حتما به من یه تکس بزن که بتونم باهات صحبت کنم هموطن بعدی با درود به کارکنان تلویزیون ایران فردا من چند پیش هم تلفن کردم راجع به یک موضوعی بودش که آقای نوری‌زاده برنامه ویژه 13 آبان درست کرده بودن تو اونجا یه مورد یا ایشون اشتباه گفتن و من برای تصحیح تاریخ بیشتر زنگ زدم چون این صحبت‌ها و برنامه‌هایشون میونه تو تاریخ و متأسف در مورد اینکه دستور حمله به اون برنامه توسط تیمسار باقری دادن تیمسار باقری اون زمان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بودن و اصولا هم مثلا در سطحی نبودن که بخوان دستور رو هم بدن این دستور آقای بنی‌صدر رئیس جمهور اون موقع داد صادر کردن که 40 تا از بچه های سپاه یزد هم که رفته بودن به اونجا همشون تو این حمله کشته شدن و میخواستم این رو لطف کنید که چون روی از تیمسار باقری زایی نشه ایشون شد روان تیمسار باقری 10 سال هم زندان به خاطر این موضوع بودن دستادی که واقعا بیگناه بودن و هیچ اطلاعی هم نداشتن و هیچ وقت هم محاکمه نشدن بعد ایشون رو به خاطر این موضوع گرفتن و بعد 10 سال هم آزاد کردن که چندی پیش در ایران ایشون فوت کردن به حال برای اینکه در تاریخ تصحیح بمونه که مسئله صحیح چی هست این هستش برای اگر احتیاج به توضیحات بیشتری هم بود من میتونم توضیحات بیشتری بدم سپاسگزارم ممنونم خودتون گفتید تیمسار باقری رو به این جرم گرفتن و 10 سال زندانیش کردن آنچه هم من گفتم بر مبنای مشهودات بود و آنچه دیده بودم بسیار ممنونم که گفتید آقای بنی‌صدر دستورش رو داده بود و یک چیزی که من در اون وقت یادمه خب در ایران بودم آنچه که یادمه گفتن که اینا فکر کرده بودن دستگاه های جاسوسی و غیره از اونجاست دستور داده بودن همه رو بمباران کنن ولی به اعتقاد من یکی از دلایل بمباران که حالا چجوری آقای بنی‌صدر رو به این کار واداشته بودن این بود که اسناد از بین بره اون اسنادی که آمریکایی‌ها نتونستن بسوزونن و ببرن سندهای اصلی رو سوزوندن و بین بردن ولی یه بخشی هم از اسناد و تجهیزاتی مانده بود که به هیچ وجه آمریکایی‌ها نمیخواستن دست جمهوری اسلامی بیفته و بعد سر از روسیه دراره اینو نمیخواستن زنده یاد تیمسار باقری
در وصفش بسیار شنیدم، یک افسر وطن پرست و آزاداندیش بود، روان شاد. هموطن بعدی. سلام و عرض ادب. سلام و عرض ادب آقای نوری‌زاده. محمد نوابی هستم از تهران. ممنون میشم، من چند بار پیغام گذاشتم براتون. یه وقت برای من بذارین، یه چند دقیقه بیشتر وقت عزیزتون نمیگیرم، میدونم سرتون شلوغه، ولی من میتونم خیلی کمک کنم، حتما منتظرم. ممنونم، خداحافظ. محمد عزیزم، تلفن تو نذاشتی، من چجوری بهت زنگ بزنم بدون اینکه شمارت رو داشته باشم؟ لطف کن زنگ بزن به همین پیامگیر، شمارت رو بگذار، یا تکس کن به من، تکس بزن و شمارت رو به من بده، من حتما بهت زنگ بزنم. محمد نون بنویسی میفهمم کی هست. 2044-77-17-400-500. هموطن بعدی. سلام علیکم، خسته نباشید. از کارکنان تلویزیون فردا خیلی تشکر میکنید با برنامه خودتون. من یه امکانات کوچیکی داشتم، حالا ندونم میرسه به دست گردنان از اصلی یا نه، ولی به هر جهت در اخبار شما معمولا یه خانومی که اخبار میگن، نه اون خانومی که گزارش ها رو میگن، میکروفونشون رو مهندس صدا طوری تنظیم میکنه که بین قطعات فریز هایی که تموم میشه نفس های عمیقی میکشن تو و هر مثل که مثلا یعنی به قضا بخوره صدا میاد توی گوشش ننده. یه راه به من درست نیست، مثلا اون کسی هم که در ترکیه اخبار رو میگن، اون آقایی که در ترکیه مربوده تلویزیون فردا هستن. بعد در این مورد بخواستم انتقاد کرده باشم که اگه بشه یه نگاهی بهش بکنم. خیلی ممنون، سپاسگزارم. همکار من حتما میشنوه و رعایت این امر رو میکنه. ببینید، صداهایی که در برنامه خبر پخش میشه به صورت پکیج های خبری، صداها در خارج از استودیو معمولا هست، در نقاط مختلف جهانه، و بعد اینجا میاد و پرودیوسر تهیه کننده اینا رو سوار تصویرها میکنه. من حتما اینو تذکر خواهم داد. بهمن امینی، همکار و دوست عزیز ما در ترکیه، هم واقعا انسان زحمت کشیست. من بهنام امینی، ببخشید، و آدم زحمت کشیست، تلاشم خیلی میکنه، امکانات محدوده، ولی مطمئن باشید او رو توی الان میدیدید در رمادی داره گزارش میده. امیدوارم امکاناتمون طوری باشه که روزی بهنام هم بتونه بره و از همه جا برای شما گزارش بده. هموطن بعدی. با درود به شما دوستداران ایران و فرهنگ و زبان ایرانی، خواهش میکنم تا اونجایی که میتوانید از واژه‌های تازی یا عربی مانند مخاطب و چیزهای دیگر خودداری بکنید. از شما سپاسگزارم. ایران فردا ایران فرداست، باید پیرو فرهنگ و زبان ایرانی و پارسی ایرانی باشد. دوست من در این زمینه شخصا باوری دارم، براتون میگم. هیچ کدوم از این واژه‌ای که ما به کار میبریم، میگیم عربیه، اینا دیگه عربی نیست. اگر معنیشو در زبان عربی برید ببینید، چیز دیگری است. اینا جزء زبان فارسی است. یک زبان از چی تشکیل شده؟ زبان فارسی چیه؟ زبان اوستایی است؟ هیچ کدوم ما نمیفهمیم. فارسی زمان ساسانی است؟ نمیفهمیم. هیچ کدوم نمیفهمیم. همین فارسی رو میفهمیم که الان هست. و این زبان فارسی مرکب، ببینید، یه عده اومدن گفتن آقا فارسی رو پاک کنیم. شروع کردن نوشتن، اصلا قابل فهم نیست. برای کسی قابل فهم نیست. تعصب نداشته باشیم. این کلمه تعصب که من الان به کار بردم میگه عربیه. خب این در زبان عربی مفهوم و معناش تغییر میکنه. اصلا نوع به کار بردن ما با زبان عربی فرق میکنه. بعدم زبان انگلیسی، واژه‌های فرانسه، انگلیسی، اینا همه تو زبان ما اومده. من تا الان ندیدم کسی بگه آقا مرسی رو بنزیم از زبان بیرون چون فرانسه است. اما تشکر نه، آقا عربیه.
چیه این تعصب ضد عربی که ماها بعضیامون داریم؟ چرا 1400 سال پیش یه قومی اومدن؟ چه ربطی داره به عربای امروز؟ همسایگان ما تو سوئیس که ما زندگی نمی کنیم قربونت، همسایمون هم ایتالیا و چک ریپابلیک و اتریش و اینا نیستن، آلمان همسایمون نیست، و با این ملت‌های در کنار باید زندگی کنیم. این تعصب ضد عربیت چیه؟ این ما ملت ایران برتر از هیچ ملتی نیستیم. در ایران انسان‌های برتری داریم به خاطر کاراشون. پروفسور هشرودی یک برتر در همه جهانه. اینا رو باید در نظر بگیریم. جایگاه ابراهیم گلستان در ادبیات ما جایگاه والاست، همونطور که جایگاه نیما، شاملو بزرگ، فروغ، مسلم تا جهان جهان هست دهلوی باقی خواهد بود، پرویز یا حقی باقی خواهد بود، مرضیه باقی خواهد بود. اینا افتخاره. همینجوری ما بگیم ما نخ، ما از افغانا بهتریم. چرا بهتریم؟ اگر افغانا شرایط ما رو داشتن، نفت داشتن، یه رضا شاه و محمد رضا شاه هم داشتن، آیا امروز وضعشون این بود؟ یه خود اجازه بدید آقای اشرف غنی و همکارانش دکتر عبدالله عبدالله فرصت داشته باشن، جانوران طالبان هم پاکستان حمایتشون نکنه، ببینید افغانستان چه تغییری میکنه. همین عراق رو ببینید، در 12 سال انداختنش تو تعصب و جاهلیت و غیره. بذارید نفس بکشه. کردستان رو برید ببینید، اینجوری تعصب نداشته باشیم. ما ایرانی ها هم ملتی هستیم سربلند، با تاریخ قدیم، با تمدن بزرگ در کنار ملت های دیگه. مصری ها هم تمدن بزرگی دارن، سوری ها هم تمدن بزرگی دارن، رومی ها هم دارن، یونانی ها هم دارن، چینی ها هم دارن، هندی ها هم دارن. اینا رو همیشه بهش فکر کنیم عزیزم، تعصب اینجوری نداشته باشیم. هموطن بعدی. الو سلام، با درود و خسته نباشید جناب آقای نیریزاده. آقای نیریزاده، شما تنها کسی هستید که من میشنوم که در مورد قشقایی ها صحبت میکنید. خواهشی که دارم در مورد قشقایی ها یک برنامه کامل یا بیشتر توضیح بدید، مخصوصا در مورد خسرو. صدا قطع شد، ما قطع نکردیم. چشم عزیزم، حتماً خسرو خان عزیز رو خوب میشناختم. بعد از انقلاب در خدمت زنده یاد دکتر مدنی گپ و گفت مفصلی با ایشون داشتیم، و ناصر خان هم که بیرون بودن، همینطور بیبی که در بیرون بودن، و حالا پیام شما کوتاه بود، ولی این کار حتما خواهم کرد. چشم. ما یه دوست نازنینی داریم که قشقایی است و زمستونا در دبی زندگی میکنه، تابستونا در کانادا، فرزندانش اونجا. میره برا من گزارش میره چه خبره، گاهی صحبت میکنیم و خیلی زیباست حکایت قشقایی ها و گبه های زیباشون که مخمل بافت اون فیلم قشنگش شاعرانش تصویر کرد. هموطن بعدی. سلام، خیلی ممنون. من شماره 59 گلبسرید رو که نمیشه دانلود کرد یه جوری میخوام، خیلی گرفتارشم، خیلی ممنون. شماره 59 آزادی گروگان ها. خدا حافظ. خب من از آرش عزیز همکارمون خواهش میکنم پیدا کنه چرا شماره 59 قابل دانلود کردن نیست. او مسئول سایت و فیسبوک ما هست، بنابراین ازش خواهش میکنم این رو پیدا کنه. گرد آفرید شماره 59. هموطن بعدی. الو سلام، در تاریخ 26 آذر آقای نوریزاده مصاحبه رو داشت با آقای محسن خاتمی در مورد نقد ملی مذهبی ها. من از ایشون خواهش میکنم اگر میخواد این مورد رو تحلیل کنن، خب بهتر از خود افراد ملی مذهبی هم در اون برنامه دعوت میکنم، اگر دقل دعوت کنم تا بازارت یک طرف بازی نره، بالاخره هستی تنها به بازی خوب رازی هم برمیگرده. با تشکر از شما.
سپاسگزارم، کاملا حرفتون درسته. من دعوت کردم، امیدوارم هرچه زودتر یکی از این نازنین ها رو ببینیم. خیلی من بعضیشون بسیار دوست دارم، از دوستان عزیز من هستن. آقای مهندس عبدالعلی بازرگان در امریکا هستن، امیدوارم توفیقی بشه با ایشون صحبت بکنم، به خصوص راجع به پدر بزرگوارش مرحوم مهندس بازرگان که بسیار دوستش داشتم و دارم. هموطن بعدی. دکتر جان سلام، خسته نباشی. این کنسرتی که گذاشتم این آقا خون خیلی خوب خون، خیلی کارش خوب بود. لوریس هم که لوریس چکتواره هم رهبری میکرد، کارش خوب بود، ارکستراسیون هم خوب بود. کاش که یه ذره توی این ارکستراسیون کنتوان هم میامد، جا داشت که خودش نشون بده کنتوان، ولی نداشت. ولی خواننده خیلی خوب بود، نوتای بالا رو خیلی تمیز و حتی تو فای بالا هم رفت که فای بالا رو تقریبا چند ضربه هم کشید. خیلی خوش رومانس بود، خیلی خوب اون بالا رو فریماتور گرفت، خیلی تمیز اون فای بالا رو گرفت. خوش آمد، خوب خوند خواننده. سپاسگزارم دوست من. یه متخصص صحبت میکرد و به گمانم منظورتون برنامه آقای شهرام ناظری هنرمند ارزشمنده که آقای چکنواریان رهبری میکرد و ارکستر ارمنستانم بود. بسیار زیبا بود، بسیار. من میگردم از این قطعاتی که زمانشم طولانیه پیدا میکنم، به همکارم میگم، به هومن، که زمانهایی برای اینا پیدا بکنه در جدول بندی برنامه و اینا رو پخش میکنه. هموطن بعدی. با درود به شما و خسته نباشید. شیعه در جهان اسلام مظلوم وارد شده و حمایت از شیعه حمایت از خداست. اینو باید تمام مسلمانان بدونن. من نفهمیدم دوست من کجا الان شیعه مظلومه. قربونت برم، در عراق حاکمه، در لبنان در حالی که اکثریت هم نیست، به برکت موشکای فجر و آقای حسن نصرالله و پولای جمهوری اسلامی جلوی انتخاب رئیس جمهوری رو گرفته. هر جا نگاه میکنی سوارا کجا مظلومن؟ بعدم کجا حمایت از شیعه، یعنی حمایت از خدا؟ چه ربطی اینا به هم داره؟ اون مسیحی که رو به درگاه خدا نماز میگذارد آیا شیعه است؟ اصلا امام زمان رو نمیشناسه. بنابراین بی لطفی نفرمایید. فکر میکنم دیگه به پایان برنامه رسیم، آخرین پیام رو هم گوش بدیم. الو سلام علیکم آقای نوروزاده، احوال شما چطوره؟ حالتون خوبه؟ سلامت. چند روزه تو ایران مثلا اطراف شیراز کانالتون قطعه، دلتی کنید درستش کنید، چون ما به جز کانال شما به تو کانال دیگه بیشتر نگاه نمیکنیم. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار. سپاسگزارم هموطن شیرازی من. خراب شدن و درست شدن نداره. ساتلایت برنامه رو پخش میکنه، اون بیم میاد، بستگی داره به میزان پارازیتی که جمهوری اسلامی میده. من باز نمیخوام وعده بدم، اما اینو بدونید با تمام وجود دنبال این هستم که یک ساتلایت دیگه هم داشته باشیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده، یعنی در واقع سال دیگر، در همین جا و همین ساعت، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. فردا